هوش مصنوعی تکنولوژی شگفت‌انگیزی است که آینده بشر را دگرگون خواهد کرد و این روزها همه جا صحبت از هوش مصنوعی است و گفته می‌شود که مشکلاتی که تاکنون قابل حل نبودند توسط این پدیده جدید در حال حل شدن هستند. این تکنولوژی باعث حیرت و سرگرمی زیادی در دنیا شده به گونه‌ای که حتی متخصصان هوش مصنوعی هم به سادگی نمی‌توانند خود را با تحولات لحظه‌ای این فناوری شگفت‌انگیز همراه کنند. با استفاده از هوش مصنوعی افرادی که هیچ دانشی از کدنویسی ندارند می توانند در عرض چند ثانیه طرح‌های هنری شگفت‌انگیزی خلق کنند. ظهور هوش مصنوعی تأثیر شگرفی بر روی مشاغل مختلف و روند انجام کارها داشته و در آینده نزدیک می تواند جایگزین بسیاری از آنها گردد. پیشرفت‌های بی‌وقفه در این تکنولوژی جدید خواهد توانست به آسانی شغل‌های فراوانی را با مخاطرات بسیار جدی مواجه یا حتی نابود کند. هوش مصنوعی در حوزه سلامت نیز می‌تواند خطر بیماری‌های قلبی، دیابتی و منشأ سرطان‌ها را پیش‌بینی نماید. تشخیص چهره و تبدیل گفتار به نوشتار یکی از جالب‌ترین کاربردهای هوش مصنوعی است. دکتر ایمان هرسینی از میشیگان آمریکا با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام عرض ادب. عرض ادب احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان گرامی. ببینید اگر من بخوام خیلی سریع توضیح بدم یک بک‌گراندی هم بدم از هوش مصنوعی، AI یا هوش مصنوعی حوزه‌ای در دانش است که ذیل آن به کامپیوتر قابلیت یادگیری داده میشه. شما به یوتیوب مراجعه میکنید، چند تا کلیپ میبینید، ویدیوها رو لایک یا دیسلایک میکنید، کامنت میگذارید و در پس زمینه در تمام مدت کامپیوتر یا یوتیوب در حال یادگیری علاقه ماست. در آن سوی هوش مصنوعی حوزه دیگری هست که به کامپیوتر قابلیت تقلید کردن از رفتار هوشمندانه انسان داده میشه. در واقع کامپیوتر بیاد مثل یک انسان واقعی رفتار کنه. مثلا یوتیوب به عنوان یک مشاور یا همراه شخصی شما بعد از مشاهده چند کلیپ به شما کلیپی پیشنهاد میکنه که منطبق با سلیقه شما باشه. معمولا هم حدس خوبی میزنه. در حالی که هوش مصنوعی همطور که خودتون هم فرمودین در فرهنگ عامه به نسبت نوظهور است، ولی شاید جالب باشه بدونید که تولد هوش مصنوعی برمیگرده به اوایل دهه 50 میلادی که با پیشرفت علوم آمار و کامپیوتر این مهم میسر شد. و اگر الان می‌بینیم هوش مصنوعی الان به این درجه از پیشرفت رسیده، نتیجه یه چیزی حدود 70 سال تحقیق و ممارست دانشمندان و مهندسان این امر در سرتاسر دنیاست. ایرانیان بسیاری هم در این زمینه فعال هستند در سیلیکون ولی و جای مراکز مهم هوش مصنوعی. آقای دکتر اما بفرمایید. ببخشید. یه پیشینه از این تکنولوژی که به چه زمانی برمیگرده و از چه زمانی توانسته باعث تأثیرگذاری جدی بر امور مختلف در دنیا بشه؟ این پیشینه رو هم بفرمایید. حتما. بله همونطور که گفتم در اوایل دهه 50 میلادی، اولش 70 سال پیش، خب با اینکه آمار و کامپیوتر پیشرفت کرده بود اما نه کامپیوترها در حدی که ما الان داریم پیشرفته بودن که بتونن محاسبات رو سریع انجام بدن، نه علم آمار و داده به اینقدر وجود داشت. از سال هلوش مثلا 2000 که داده ها زیاد شدن به واسطه وجود اینترنت و دسترسی همه به اسمارت فون و کامپیوتر، داده جمع شد و کامپیوترها تونستن بیشتر از رفتار ما یاد بگیرن و تقریبا میتونم بگم از 20 سال اخیر هست که با جمع شدن و تجمیع داده های مختلف در همه زمینه ها، داده های بهداشتی، داده های سرگرم کننده، ما تونستیم کامپیوترها رو بیشتر تمرین بدیم و اونها بیشتر از ما فرا گرفتن و مثلا دیدیم که از سال 2015 که چت جی پی تی که یک چت بات هست، شما میتونید باهاش چت کنید، از چیزهای مختلف بیاید، فقط 7 ساله که در واقع سابقه داره و از 7 سال پیش پروژه شروع شده و میبینیم یکی 2 سال هست که در دسترس عموم قرار گرفته. بنابراین این سطح از پیشرفتی که رسیده به نسبت جدید هست ولی پیشینش برمیگرده به هلوش 60-70 سال. آقای دکتر با هوش مصنوعی جهان آینده شاید چه تحولاتی خواهد شد و آیا این تحولات مثبت است یا ممکنه منفی هم باشه؟ بفرمایید. سوال بسیار خوبی است به خاطر اینکه اگرچه نیازی به یادگیری جزئیات فنی هوش مصنوعی نیست،
اما آگاهی ازش به عنوان یک ابزار و به کارگیری اون میتونه باعث کاهش هزینه ها یا حتی صفر کردن هزینه ها و حتی باعث درآمدزایی و ارزش افزوده بشه. بنابراین دانستن این که AI کجا میره و جهان رو با خودش کجا میبره بسیار مهم هستش. من فکر میکنم با تحقیقی که کردم در 10 سال آینده با استفاده از AI یا هوش مصنوعی روش تحقیق علمی یا چیزی که ما بهش میگیم scientific method به طور کامل متحول خواهد شد. بنابراین کشورهایی که در این زمینه در زمینه هوش مصنوعی جلو میفتن در پیشبرد سایر شاخه‌های علوم هم شتاب میگیرن و اون گپی که بین کشورها وجود داره در زمینه علمی میتونه بیشتر هم بشه. مثلا در زمینه پزشکی خودتون هم پیشتر فرمودین که AI با رصد کامل و دائمی شاخص‌های حیات و سلامت در بدن شما مثل ضربان قلب، مثل فشار خون و موارد دیگه میتونه تبدیل بشه به یک پزشک شخصی که کاملا شما رو میشناسه و میتونه به بهبود سلامت و طول عمر شما کمک بکنه. از طرف دیگه به واسطه نفوذ و قدرتی که هوش مصنوعی داره من شک ندارم در 10 سال آینده تبدیل میشه به ستونی در سیاست گذاری خارجی کشورهای دارای این تکنولوژی و میتونه امر بسیار تعیین کننده باشه در مراودات کشورها و قدرت و نفوذی که دارن و کالاهایی که میتونن بر اساس و سرویس هایی که میتونن بر اساس این تکنولوژی به کشورهای دیگه بدن و در نهایت برای حل بعضی مسائل به شدت قامض و حیاتی که اتفاقا باز هم در این بخش از خبر اشاره کرد مثل تغییرات آب و هوایی هوش مصنوعی یکی از ضروریات خواهد بود، چرا که حل بسیاری از مشکلات یک مسائل چند متغیره هستن، میلیون ها متغیر در این مسئله وجود داره و فقط هوش مصنوعی است که میتونه یک نگاه همه جانبه برای حل این مسائل داشته باشه.